آمریکا نخستین افغان تخلیه شده را به دلیل سابقه جرمی به افغانستان بازگرداند. دوستای گرامی سلام، خبری است که در صدای آمریکا نشر شده و حاکی از این است که یک شهروند افغانستانی که دارای سابقه جرمی بوده در افغانستان و ای از افغانستان تخلیه شده بوده، در جریان بررسی ها شناسایی شده که در افغانستان دارای سابقه جرمی بوده توسط حکومت آمریکا و توسط مقامات قطر به تاریخ 13 فوریه سال 2022 به افغانستان بازگردانده شده. همچنان گفته شده که ما یک روند را روی دست گرفتیم، اگر کسایی را بفهمیم که جرم را مرتکب میشه یا شده یا ای که یک تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا محسوب میشه، اینا را فورا در قسمت انتقالش به افغانستان تصمیم میگیریم. گفته شده که یک پالیسی، یک روند در نظر گرفته شده که کسایی که مشکوک باشه و خطر برای آمریکا باشه، اینا را فورا به کشورشان باز میگردانیم. این خبر نشر شده و گفته شده در ماه سپتامبر گفته شده که 44 نفر کسایی بودند که تهدید بالقوه به امنیت ملی آمریکا بودند. ای قبلا نشر شده بود که 44 نفر، ولی در واقع 50 نفر بودند. این 50 نفر از جمله کسایی بوده که در ماین گذاره ها، در انفجارات در افغانستان دست داشته و در جریان تخلیه و شلوغی دمی گروه شامل شده. اینا چه قسمی شناسایی شده؟ مثلا اگر ماین در افغانستان منفجر شده بوده، این ماین ها انگشت نگاری شده بوده، بایومتریکش در اختیار امنیت ملی آمریکا بوده و این نفر وقتی که در جریان تخلیه میاد وارد قطر یا آمریکا میشه، در جریان بایومتریک انگشت از یا با دیتا یا معلوماتی قبلی داشته سر میخوره و حدود 50 نفر همین رقم افراد خطرناک وارد آمریکا شده. اینا فعلا زیر نظر هست و از اینو تحقیقات بیشتر صورت میگیره. و اخیرا هم گفته شده که یک پروسه برای اخراج افغان ها به کشورشان ایجاد شده است، ولی جزئیات در موردش داده نشده. و گفته شده که مثلا گفته شده که اگر افراد در فعالیت جرمی داخل شوند یا معلومات اضافی در دسترس قرار بگیرد که موجب نگرانی شود. دو مورد ذکر شده، یا یک جرمی را مرتکب شو، ما کسایی دیدیم که دفعه دا آمریکا آمده ای بالای دختر خردسال تجاوز کرده، اطفال خردسال، یا مثلا بالای سربازای خانم آمریکایی مثلا دست اندازی کرده. اینی موردایی بودن. اگر این مورد بازم تکرار شود یا معلومات اضافی در دسترس قرار بگیره که مورد به نگرانی آمریکا شود، حکومت ایالات متحده میتواند اقدامات را انجام بدهد که شامل پیگرد قانونی هم میتونه این نفر محکمه بکنه، لغو اقامت موقت بوده باشه و لغو میکنه و قرار دادن در روند اخراج میشه. این نفر رو صاف پاکیزه به وطنشان روان میکنه. و همچنان یک خبر خوش در اخیر ذکر شده که ما آماده ایم تا در هفته ها و ماه های پیش رو از افغان های واجد شرایط بیشتر استقبال کنیم، که شامل هزاران شهروند افغان می شود که در مکان های ترانزیتی خارج از آمریکا روند انتقال آنها به ایالات متحده زیر کار قرار داد. اینی هم یه خبر خوبی است که گفته که جزئیات بیشتر ارائه نکرده و در واقع یک چراغ سبز نشان داده که ما بخیر در هفته های پیش رو یا ماه های آینده انتقالات به داخل آمریکا صورت می دهیم. مثلا کسایی که در کشورهای عربی بوده یا کشورهای اروپایی یا پاکستان اینا بوده، انتقالات اونها حتما صورت می گیره. ولی مشکلی که در افغانستان پیش اومده، کسایی که امرای ناتو کار میکنه، امرای امریکا کار کرده، حکومتی که فعلا در افغانستان استبداد میکنه، اینا گفته که اجازه خروج اینا رو نمیدیم. اونا میتونه که با همکارا، رئیس خود، با نهادهای امریکای خود تماس بگیره تا که در قسمت انتقالات اونا یک تدابیر سنجیده شه. خب دوستا، این خبری بود که اولین شهروند افغانستانی را که دارای سابقه جرمی بوده و تخلیه هم شده بوده، یره به وطنشون بازگردانده. یعنی اگر بعض کسایی میخواد از افغانستان فرار کنه، سابقه جرمی داشته باشه، دولت آمریکا گفته اسناد که در اختیار ما قرار بگیره که این نفر مشکوک است یا سابقه جرمی داشته، اینا رو دیگه باز فورا به وطنشون روان میکنه. امیدوارم در هر جایی که هستید سلامت و سربلند باشید، متوجه سلامتی خود، فامیل، دوستان و خانواده هایتان باشید. تا درود دیگر، بدرود.